دوستان عزیز سلام، امیدوارم که حالتون خوبه و امیدوارم که فرصت مناسبی دارید تا امروز هم پای صحبت‌های خودمانی من، ساریک و مونیکای عزیز بنشینید. ما هم خدا رو شکر میکنیم به خاطر این فرصت که در خدمت شما هستیم و میخواییم که خداوند قلب‌های همه ما رو باز کنه تا بتونیم خودمون رو تفتیش کنیم در این فرصت کوتاه، تا کلام خدا کار خودش رو در وجود ما بکنه و ما بتونیم که این مسیر زندگی رو در خونه هامون هرچه با آرامش بیشتر و با شادی و محبت بیشتر به پیش ببریم، چون که هدف همه ما اینه که خونه پر از آرامش و شادی داشته باشیم تا در اون خونه رشد کنیم و هر روز شبیه عیسی مسیح بشیم. دوستان اگه خاطرتون باشه، هفته گذشته صحبت کردیم راجع به تلخی و گفتیم که این آرزوی بد به خاطر دلایلی در زندگی انسان به وجود میاد. گفتیم شاید که اعتماد شخصی آسیب دیده، گفتیم که شاید کسی حساسه و اون به خاطر به اصطلاح رفتار دیگران تلخی درش به وجود میاد. گفتیم شاید که انسان نسبت به خداوند سرکشی میکنه و نمیخواد که مطیع خداوند باشه و مسائل و مشکلات درش تلخی به وجود میاره و به چیزهای دیگه، دلایل دیگه هم اشاره کردیم. بی‌عدالتی گفتیم شاید که در اشخاص، در روابط به وجود میاد که باعث میشه تلخی در ما به وجود بیاد و گفتیم که تلخی کلن خوب نیست و ساریک جان اشاره کرد که آدم تلخ رو میشه اصلا از روی صورتش فهمید، با یه من اصلا نمیشه خورد آدم تلخ و گفتیم که حالا که تلخی خوب نیست و داره آسیب میرسونه، چقدر میتونه رابطه ما رو با مردم، رابطه ما رو با خداوند و حتی با خودمون خدشه‌دار کنه، ضرر برسونه، آسیب برسونه و نذاره که ما رابطه خوب با خدا، با مردم و با خودمون داشته باشیم. و خلاصه این که تلخی ضد شیرینیه و ما رو در نهایت تنها میذاره و ما شخصی، هر کسی که تلخی درش هست، شخصی تنها خواهد بود و مردم ازش بیزارن و نمیخوان که باش باشن و در کنارش باشن. آمین. ولی امروز میخوایم ببینیم چه مسائلی میتونیم مراعات کنیم تا این بر علیه این تلخی ها باشیم و با تلخی مبارزه کنیم. کلام خدا چی میگه؟ ما چه قدم هایی میتونیم برداریم که به کمک خداوند این تلخی رو از وجودمون پاک کنیم و شخصی شیرین باشیم؟ آمین. و چقدر بعده که این تلخی وارد خانواده ها میشه و اینجاست که چه خرابی ها بار میاره. قبل از اینکه به راه حل بپردازیم، دوست دارم که تو این قسمت زیاد صحبت کنیم. که وقتی خانواده ای، افراد خانواده، اعضای خانواده این حالت درشون پیش میاد، تلخ میشن، احساساتشون جریحه دار میشه، فکر میکنن که توقع بیجا ازشون شده و غیره، همه اینا باعث تلخی در خانواده میشه که چقدر میتونه مشکل ساز باشه. و من تلخی رو میتونم تشبیه کنم به یک بادام تلخ که وقتی میخوریم چه احساس بدی به ما دست میده. اصلا از اون فرق سر تا پایین مثل این که احساس میکنیم که تمام وجود ما رو این تلخی گرفته و حتی حالت صورتمون، دهنمون، چهرمون نشون میده که چه چیز تلخی وارد وجود ما شده. در خانواده هم همینطوره. تلخی وقتی توسط یه نفر وارد میشه، یه بیماری مصری مثل اون بادام تلخه که همه رو تلخ میکنه و تا عمق وجود وارد میشه. و راه حلی که من میگم اینه که من فکر میکنم بهترین چیز اینه که تا یک مشکلی پیش میاد، تا در یکی از ما این مسئله پیش میاد، زود مشکل رو حل کنیم. اجازه ندیم که مسائل کوچیک و پیش پا افتاده اینقدر روی هم انبار بشن، انباشته بشن که این تلخی رو وارد خونه هامون بکنن. و همونطور که آرمیجا شما فرمودید، آدم های تلخ آدم های تنهایی هستن. فرق نمی کنه تو محیط خونه، تو محیط کاری و جاهای دیگه، سعی کنیم که شیرین باشیم، چون که شیرینی چیزیه که میکشه به طرف خودش، جذب میکنه. اما تلخی فراری میده و آدم های تلخ همیشه منزوی، گوشه‌گیر، عبوس و تنها هستن.
و همینطور آرمین جان منم میخواستم اشاره کنم که اصولا در مورد احساسات بد و منفی که در ما وجود داره لازم نیست که اونا رو خیلی جدی بگیریم یا اون مشکلات رو خیلی بزرگ ببینیم و فکر کنیم که نحوه برخورد ما با اون مسائل حتما خیلی غیر ممکن، محال و غیر قابل بخشش خواهد بود. یادم دوست عزیزی تعریف می‌کرد که سالیان متمادی با مادر شوهرش مشکل داشت و او میگفت که زخمای من خیلی کهنه است و مسائل من تماما برمیگرده به گذشته و مدعی بود که مادر شوهرش در حق او بسیار ظلم کرده و حرفای خیلی گزنده‌ای زده و به شکل ناحقی به اصطلاح در حق او ناحقی کرده و او مدعی بود که من هرگز نمیتونم اونو ببخشم. کارهای مادر شوهر من قابل بخشش نیست و اگه هر کسی جای من بود نمیتونست از او بگذره و واقعا هم همینطور بود. مادر شوهرش وقتی که واقف به این مسائل شد و یا حتی قبول کرد که در گذشته اشتباهاتی رو در مورد عروسش مرتکب شده، در صدد جبران اون بود. از کوچکترین فرصتی استفاده میکرد که واقعا مادر شوهر خوبی بود، به هر حال پی برده بود به این مسئله. از کوچکترین فرصت استفاده میکرد که قلب عروسش رو به اصطلاح به دست بیاره یا اونو جذب کنه به طرف خودش، اما این امر محالی شده بود. واقعا تبدیل به یه غیر ممکن شده بود و عروسش در مقابل اون پر از روح تلخی بود و هیچ وقت اونو نمیتونست ببخشه. چیز قشنگی گفت مونیکا، زخم‌های کهنه. وقتی یه چیزی برای سالیان متمادی ادامه پیدا میکنه تبدیل به عدم بخشش و تلخی میشه. همون زخم ها که باعث تلخی میشن. حالا حتما هم مادر، شاید هم برعکس باشه، شاید هم عروس همیشه نسبت به محبت های مادر شوهر اسم مادر شوهر بد در بنده خدا. ولی واقعا همینه، در این که میگیم علنا در زندگی یه همچین رفتاری، و چقدر خوب بود که اگه این عروس خانم اون محبت ها رو قبول میکرد، میبخشید و خب اون مادر شوهر که در تلاش به اصطلاح برطرف کردن جبران مسائل جبران اومده. ولی ببینید همینجا این بخشش کار خودشو میکنه. وقتی که ما اون تلخی رو در وجودمون ببینیم، چون هفته پیشم صحبت کردیم باید شناسایی کنیم که وجود داره و به قولی زخمه، این زخم مال کجاست، وقتی که شناسایی میشه آنن باید ببخشیم. سایک جان درسته دیگه، اولین قدمی که بعد از شناسایی میفهمیم بخششه و تنها راه حل بخششه. وقتی که میبخشیم اون موقع است که دیگه شخص طرف مقابلمون رو از دید خودمون نمیبینیم، بلکه از دید خدا نگاه میکنیم. خدا هم میبخشه. وقتی که از دید خدا نگاه کنیم میبخشیم و اجازه میدیم که خداوند هم ما رو ببخشه. این یه چیزیه که لازم و ملزوم هم دیگه است. من نمیتونم شخص رو نبخشم و بخوام که خداوند ما رو ببخشه. و از دید خدا نگاه کردن به تلخی یا به آسیب ها یا به زخم ها یکی از راه حلاییه که میتونیم که بر تلخی پیروز بشیم. خدا بهترین میانجی این وسط، دقیقا کسی که مصالحه ایجاد میکنه و این تلخی ها رو به شیرینی ها تبدیل میکنه. میخوام اینجا یه مثالی بزنم از کلام خدا، از یوسف که واقعا حق داشت که تلخ بشه به خاطر مسائلی که خانواده درای او ایجاد کرده بودن. مثلا برادرانش اونو از پدری که خیلی دوستش داشت ازش جدا کردن در سن 17 سالگی حدودن، و برادرایی که قد دوستش داشت اونا چیکار کردن؟ بهش خیانت کردن، بردن اینو فروختن و چه بلاهایی که سرش اومد. حتی دوستاش تو محیط که اونجا زندگی میکرد نسبت بهش بی‌اعتمادی نشون دادن، اذیتش کردن، ولی یوسف چیکار کرد؟ بخشید. به جای اینکه تلافی کنه، به جای اینکه در صدد انتقام برمیاد، چون که از محبت پر بود و از خدا 100% می گرفت اون پیغام بخشش رو، و میتونه نمونه خوبی خیلی عالی برای ما باشه. چون من اگه می دیدم که به نحو دیگه داره خودشو نشون میده، عکس العمل نشون میده، تلافی میکنه سر برادرش، اصلا تعجب نمی کردم. چون درسته. حقشو داشت درسته. ولی انسانی واقعا همینطوره و فکر نمی کنم تو حق هیچ کی اینقدر اونایی که اقلا ما میشناسیم یه همچین موردی براشون پیش اومده باشه که اینقدر خانواده در حقش ظلم کرده باشن. درست. ولی همون وقتی از نظر انسانی عکس العمل یه چیز دیگه است. ولی اگر از دیدگاه خداوند نگاه کنیم، پس باید که
به منشأی هم که خداوند درش صحبت میکنه رجوع کنیم، کتاب خدا رو باز میکنیم، از کلام بعد ببینیم که کلام راجع به تلخی چی میگه، راجع به انتقام چی میگه، راجع به بخشیدن چی میگه. و اگر که قرار از کلام، رومیان 8:28 میگه خدا هر چیز رو به خیریت ما به اصطلاح پایان میرسونه اگر که ما تحت اراده اون زندگی کنیم. خب اگر قرار تحت اراده خدا زندگی کنیم، هم لوقا به ما میگه که، یا در اناجیل عیسی مسیح میگه که اگه برادرت 7 بار به تو بدی میکنه، نه فقط 7 بار، 70 مرتبه 7 بار توبه میکنه، باید ببخشی اقلن 490 بار. اقلن ما کسی رو تا حالا 490 بار بخشیدیم؟ فکر نمیکنم بیشتر از 3 بار ببخشیم. زود کینه میگیریم، تلخی میکنیم، برصد انتقام، حالا جبران، حالا شاید انتقام یه کلمه خیلی بزرگه، ولی جبران هم کمترینش چیه که بیمعلی کنیم، قهر کنیم و همین رابطه تلخ بشه. و واقعا اولین قدم بخششه. و تا ببخشیم و از کلام بخونیم، می‌بینیم که کلام داره ما رو تایید می‌کنه، کار ما رو تایید می‌کنه که بهترین کاره که کردیم. و بعد اون دیگه همونطور که گفتی سایک جان، خداوند معجزه می‌کنه. اگه من قلباً بخوام که رابطه من رو با شخصی خداوند به سلامت ببره، خداوند معجزه می‌کنه. آمین. هم قلب اون طرف مقابل رو عوض می‌کنه، هم دید من رو عوض می‌کنه. و اونجاست که دوباره تلخی نمیذاره که ما یه آدم عبوس و تنهایی باشیم. میخواستم اشاره کنم آرمین جان در ادامه صحبتهای شما، اینکه تلخی نه تنها این که بر دیگران اثرات سو و منفی میگذاره، حتی محیط اطراف خودمون رو تحت شعاع قرار میده، بلکه روما هم اثرات منفی خودش رو میگذاره. شخصی که پر از روح تلخیه، اون شخص احساس کمبود داره. وقتی به دیگران نگاه میکنه، اون احساس میکنه که دیگران در خودشون چیزی دارن که اون کمبودش رو در خودش احساس میکنه. به طور مثال میتونیم همین مسئله بخشیدن رو یا نبخشیدن رو بهش اشاره کنیم. شخصی که پر از روح تلخیه اصولا خیلی سخت میبخشه، در انجام این به اصطلاح مسئله مشکل داره. و واقعا گاهی اوقات او شاید فکر میکنه که بخشیده، اما کافیه فقط اگر در گذشته با کسی مشکلی داشته یا مسئله ای داشته، اسم اون شخص رو پیشش میاری، اتوماتیکور چهرش عوض میشه یا از خودش رفتارایی رو نشون میده که واقعا غیر قابل تصوره، یا اینکه میبینیم که یه غم یا حزن مخصوصی تو چهرش پیدا میشه و این مشخصه که اون شخص رو نبخشیده، پر از روحیه تلخی داره به اصطلاح در مقابل اون شخص. و در این طور مواقع من فکر میکنم که چقدر خوبه که برای این مسئلمون که مسئله واقعا کوچیکی نیست، تمام وجود ما رو در بر میگیره، براش دعا کنیم و بسپاریم خودمون رو به دستای مقدس خداوند و بخوایم که اون تمام وجود ما رو عوض کنه و قلب ما رو تبدیل به یه قلب مهربون و رعوف و بخشنده بکنه. و من میخوام اضافه کنم که در مورد احساسات خودمون با خدا رو راست باشیم. هرچی که هست در قلبمون بگیم خداوند من تلخ شدم، سالهاست که این زخم کهنه در وجود من هست، تو بیا، تو وارد شو، توسط روح خودت به من آرامش بده و این احساسات منفی رو از من بردار. گاهی وقتا خدا بلا فاصله شفا میده، ولی گاهی وقتا احتمالاً من فکر میکنم زمان میبره این شفا، چون چیزی نیست که در یک روز به وجود اومده باشه، چیزیه که در طی سالها این زخمهای کهنه همینطوری خوب شده، دوباره کنده شده و همینطور ادامه پیدا کرده. و وقتی فکر میکنیم که بخشش غیر ممکن شده، خوب میشه که اگه خودمونم دعا میکنیم و میبینیم که هیچ تغییری در ما ایجاد نمیشه، از کشیشان بخوایم یا از دوستان ایماندارمون که میشناسیمشون، اعتماد داریم بهشون، و ازشون بخوایم که به طور گروهی دعای متحد داشته باشیم تا این موزل بزرگو برداریم. خیلی مهمه. مانیکا گفت که وقتی شخصی درش تلخی هست و اسم اون شخص رو که فکر میکنه بخشیده به میون بذاری، صورتش عوض میشه. واقعا، چون صورت میگن آینه درونه، پس مواظب باشیم تا اون درونمون رو پاک نکنیم، حتما صورت ما رو لو خواهد داد. و به قول ساریک، وقتی خداوند میبخشه، درون ما عوض میشه، شفاف میشه و صورتی هم شفاف خواهیم داشت. اون موقع است که
مردم رو به طرف خودمون جذب خواهیم کرد. وقتی مردم رو جذب کنیم، اون موقع است که میتونیم اراده خدا رو در بین اطرافیانمون وسیله باشیم تا انجام بشه. یه موقع هم ساری جان گفتی که خداوند شاید اون بخش شفا رو طول میده، شاید هم چون زخم خیلی کهنه است و هم شاید که در اون مدت زمان خداوند هنوز میخواد ما یه چیزایی رو یاد بگیریم، و وقتی یاد میگیریم اون موقع است که شخصیت ما عوض میشه، اونی میشه که خداوند میخواد. و به همین خاطر هم این تجربیات زمانی خداوند اجازه میده که بیاد تا ما ساخته بشیم، مقدس بشیم، برای خداوند اونی بشیم که در ما بتونه مسیح رو ببینه. پس این تجربیات، این زمانهای طولانی که در تجربیات هستیم، همه هدفی، نقشه‌ای خداوند درش داره، اگه که ما خودمون رو تسلیم ارادش کردیم. آمین. و نسبت به این احساس تلخی حساس باشیم، فکر نکنیم که حالا یه چیزی که در من هست یا در دیگران، حساس باشیم و باش مبارزه کنیم. همونطور که اولا من گفتم، وقتی یه موضوعی پیش میاد که منو تلخ میکنه، زود نگم که حالا اشکالی نداره، نه، زود ببرم این مسئله رو به حضور خداوند، بگم خداوند و من احساس میکنم که نمیتونم دوستمو یا همسرمو ببخشم، نمیتونم حتی بچه‌مو ببخشم که نسبت به من بی احترامی کرده، تو یک جمعی طوری رفتار کرده که من خجالت کشیدم. و این میتونه حتی در بین خیلی نزدیکان پیش بیاد، مثلا مادر و فرزند، زن و شوهر، و این مسئله رو با صداقت، با بیریایی ببریم به حضور خدا و ازش بخوایم که نشون بده که چطور قدم رو برداریم که مسئله نشه زخم کهنه، بلکه زود از بین بره توسط قدرت روح خدا که در ما کار میکنه. خدا رو شکر که واقعا دستش کار میکنه و خداوند حاضره که هر زخمی رو و هر تلخی رو از وجود ما پاک کنه دوستان، تا ما شیرین باشیم و بتونیم که خداوند رو در خونه هامون شاهدش باشیم، شهادت بدیم که ما مطیع او هستیم و او صاحب زندگی ما هستش. خب دوستان، با تشکر از شما و شما عزیزان که پای برنامه امروز مسیح در خانواده نشستید، به لحظات پایانی برنامه رسیدیم و دوستان دوباره یادآوری میکنم که نظرات شما، سوالهای شما، مسائل شما برای ما مهم هست و حتما از طریق اینترنت یا تلفن مسائلتون رو با ما در میان بذارید تا شاید ما هم بتونیم کمکی در بهبود روابط شما عزیزان باشیم. تا دیدار دیگر از سری برنامه های مسیح در خانواده، خدا یار و نگهدار.